هر یک تربیت گیرنده‌ای که در این یا آن مکتب اینترنت تربیت می‌گیرند و تحصیل می‌نمایند، سرنوشتی به خود خاص دارند. عوامل‌های گوناگون باعث گردیدند که آنها به این درگاه رو آورند و در آغوش آن مکانی زیست و تعلیم و تربیت پیدا سازند. یکی از چنین درگاه‌ها که کودکان و نورسان یتیم و نیم یتیم را به آغوش خود گرفته است، این مکتب اینترنت رقم یکم شهر دوشنبه می‌باشد. مؤسسه دولتی تاسیسات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم یک برای کودکان یتیم و پرستاری شهر دوشنبه، عین حال 451 نفر تربیت گیرندگان تحصیل میکنند. از این شماره 38 نفر یتیم کل و 36 نفر به پرستار باقی مانده نیم یتیم میباشند. مؤسسه نامبرده تحت نظارت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بوده، پیوسته نسبت یتیمان این درگاه مقدس غمخواری ها ظاهر می نمایند. باید قید کرد که سرپرست مؤسسه دولتی تاسیسات میانه عمومی مکتب اینترنت محمود جان مرادوف می باشد که پیوسته غمخواری ها نسبت یتیمان و پرستاران این درگاه مقدس ظاهر میکنند. امروزها در مؤسسه برای خوانندگان در یک روز 4 مرتبه خوراک گرم تامین کرده می شود. آنها با جای های گرم و سر و لباس یگانه مکتب تامین می باشند. قهرمان برنامه امروزه همون تومیریس یکی از آن نفران است که با امر سرنوشت تربیت گیرنده این درگاه گشته است. ایسای و تمیریس میگوید که ایامی که من در یعنی که ایامی کودکی اش وقتی که در خانه کودکان بود و باره هم یکم خشو نزدیکانش رو ندیده است، حتی پدرش رو در خاطر ندارد. او میگوید من یک تا برادر دارم ولی او رو او نیز در خاطرم یعنی که خوب نمونده است، نمیدونم آیا هست نیست، این رو در خاطر ندارد. و او میگوید که ایامی کودکی هم در خانه کودکان بسیار خوب گذشت و وقتی که سن سالم به مکتب شد، من رو به مکتب اینترنت آوردن و به صنفی زبانی روسی گذاشتن. مربی خیلی مهربان داشته، او بسیار هم خمخور بود و وقتی که مرا گفتن که یعنی به صنفی یکم نه به مکتب میروید، من خیلی زیق شدم. برای اون که در آنجا عادت کرده بودم و وقتی که در این به اینجا اومدم، به من اول پسنده اومد. خیال میکردم که اینجا دیگرگون است، یعنی چهره های دیگرگون دیده بودم و نمیخواستم که در اینجا تحصیل کنم. میخواستم که گیره کرده بودم، گفته بودم که من رو به اونجا برید، من میخواهم که در اونجا باشم. و وقتی که و بعدا به اینجا عادت کردم، برای اون که در اینجا هم خیلی راهبر و مربیان خیلی خمخور داریم که با ما معامله خوب میکنن، تمام شرایط رو مهیا میکنن، با ما بسیار درس های خوب میدهند و من خیلی شدم که در اینجا تحصیل میکنم. پیش از به مکتب اینترنت اومدن و در خانه کودکان تربیت گرفته است. سببی از اویله دور موندنش باشد در بیمار بودنی مادر و نبودنی پدر است. انیخترش تاغول کسی که بودنی پدری او را نمی داند، مادرش باشد. چند سال بعد از تولدی او به بیماری وزنی گرفتار می شود و امکانی تربیه نمودنی فرزندش را از دست می دهد. بر زمین نبودنی سرپناه مادر را وادار می سازد، دخترش را به خانه کودکان برد. بعد چند باشد خود نیز از اولم می گذارد. همین طریق خانه کودکان برای تومیریس خانه امید می گردد و مربیانش بولیدونش رو ایواز می کنند. اولین فرقیت که من دیدم این رجای روز بود، برای اون که در اینجا ما صبح بر وقت می خستیم، جای خوبمون رو خودمون به ترتیب می در آوردیم، لباسایمون رو خودمون می پوشیدیم و بعد از اون قطار شده به آشپزخانه می رفتیم، نهاری می خوردیم و بعد از اون معلمان ما رو اومده قبول کردن با لینکه، یعنی جمع اومدی پگاهی روزی می بردند. ولی در خانه کودکان باشد ما کمتر دیرتر می خستیم و جگه خوبمون رو مربیمون ساز می کردن، لباسایمون رو آنها می پوشندن و خسته دست رویمون رو ششتن، یعنی به سر میز نشسته نهاری می خوردیم. بعد از اون نشسته بازی میکردیم،
فیلم های تصویری یعنی فیلم های گوناگون تماشا میکردیم. در اونجا همه کارمون را مربی ها میکردن. در اینجا باشد کلان شدن مستقل شدیم. مستقل بودن و من خیلی دشوار بود اما آسته آسته عادت کردم به این ریجه روز. هر یک نفری که از یک محیط به محیط دیگر رو می آورد در اول خانخو با مشکلی ها رو برو می گردد. برای تومیریس نیست که در خانه کودکان تربیه گرفته بود، عادت کردن به محیط مکتب اینترنت در اول آسان نبود. ولی با دستگیری آموزگاران و مربیان همه دشواری ها زینه به زینه پسی سر شدند. تومیریس در وقتای خالیگی با خواندن کتاب های درسی و اثرهای بدیعی مشغول شده، خواندن اثرهای بدیعی عقل او را رسا و ذهنش را برو نموده است. ما آموزگاران تمریس را در روحیه خودشناسی، خودآگاهی ملی، وطن دوستی و پس داشتن مرز و بوم وطن تربیت نموده استودایم. از این رو باوری داریم که تمریس در آینده یکی از متخصصان خوب شده با وطن خود خدمتهای شایسته می نماید. تمیریز خواننده آرام و خوشطبیعت بوده با درس ها با تیاری خوب آمده همیشه کوشش می نماید که بهای خوب و علا گیرد. بسیارتر شوق و رغبت زیاد دارد نسبت فنی زبان انگلیسی. بسیارتر در درس ها کوشش می کند، از روی خود کار می کند، بسیار یک ساعت خود را دریغ نداشته با کتابخانی مشغول می شود، بسیار درس های ایلاوگی می گیرد. با باوری کامل گفتم می توانم که از تومیریس در آینده یک متخصص خوب برآمده با وطن و خلق خود صادقانه خدمت می نماید. تومیریس از خورده دختره که تیز ذهن و کنجکاو بود و خواندن و نوشتن شوق و هوس زیاد داشت. این بود که چند نگذشته با یکی از خوانندگان فعال مکتب اینترنت مبدل گشت. مخصوصا با آموزش زبانهای خارجی تلاش زیاد داشت. آداب و اخلاقش نیز آهسته آهسته دیگر شد. وقتی که در المپیادا یعنی که آزمون نهیوی سازوار جای دیونگاش از فن زبان روسی او رو بود تنتنه در جامعه پاگوی روزی یعنی که رهبری مکتب کمدیلارو مومینونا تبریک نمودند و با او سپاسنامه دادند. اینچون با آموزگاری که او رو آماده کرد برای این آزمون استاد ملک ملک محمد با اون کس نیز افتخارنامه دادند، ایثار مینداری کردند و از همون روز دیده الا که به نظر می نماید که او خود را بسیار هم آزاد است می کند، سخنان آزاد می گوید. یعنی که از این معلوم می شود که او به خود باوری دارد، به دانش خود باوری دارد و با همه آموزگاران آزاد صحبت می کند. یعنی که نسبت دیگر خواننده ها از خوانندگانی که به معلم نزدیک شدن نمی تواند. یعنی که عموما ترس دارد شاید، یعنی که از روی حرمت و احترام باشد چخل نزدیک نمیوند، ولی ایسایو تمیریس آزادانه در همه حالات پیشنهاد میکند، یعنی سخن میگوید با آموزگاران. این البته فکر میکنم که از باوری با خودش هست. 2020 در المپیاد زبان روسی رفته اشتراک نموده و در آنجا جای دوم رو اشغال نمودم و من با آموزگارم و با ملک ملک محمد می رسونم که او مرا خیلی خوب تیار نموده، بسیار وقتی خود را درخ نداشته بسیار با من درس را آموزانده، یعنی مرا برای المپیاده خوب تیار میکرد. شتاب را گفتم تومیریس با آموزش زبانهای خارجی شوق زیاد دارد و در اینجا دا موفق شده است. مخصوصا زبان روسی را خیلی خوب می داند و حتی در المپیاده های فنی نیست از این فن اشتراک نموده سسوار جای های نمونوی گشته است. عموماً و اشتراکچی بسیار آزمون هاست. مربیه این مؤسسه میگوید بعد از هر یک برآمدش مخصوصاً غالبیت در المپیاده های فنی باوری تومیریس به خود زیاد میگردد. در مؤسسه ما مطابق رجعه روز هر یک سینف در کتابخانه یعنی که مطابق به رجعه روز کار میکنند و سه سینف در هر روز باید به مطالعه کتاب یعنی که به ساعت موندگی هستند باید که برای مطالعه کتاب آیند. و وقتی که نوبت سینف ما می شود ایسایو تمیریس با یک روحیه بلند می آید، اثرهای بدیعی می خواند ولی اثرهای جهانی بسیار تر می خواند، که ادبیات بچگانه جهانی بسیار می خواند و با وی پسند است و این چنین از زبان تاجیکی دیده می خواند، کتابهای زبان تاجیکی را مطالعه می کند از شاعرانو، لیکن بیشتر اثرهای شاعران روس رو مطالعه میکند. شوق و رغبتش نسبت اثرهای روسی زیادتر است. من بیشتر با ادبیات جهانی یعنی با ادبیات جهانی خیلی شوق و رغبت زیاد دارم. وقتی که من کتاب رو میخونم خودم رو
در دیگر جای نه خودم رو در همون چیزی که میخونم در همونجا تصور میکنم و از حسابی که بسیار کتاب میخونی خیال میکنم که فکر و اندیشه آدم تغییر مییابد و سخن طرز سخن گفتنش شیشت و خیزش دیگرگون میشود. کتاب این یک چیزی است که بسیار به آدم ضرور است. سال سیوم است که در کشورمون آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار میگردد. برای در این آزمون اشتراک نمودن برای خوانندگان مکتب اینترنت همه شرایط های لازمه فراهم آورده شدند. یعنی کتابخانه بر هوایی که با کتاب های بدیعی مجهز شده است در خدمت خوانندگان است. تامیریس نیز امسال قرار داده است در این آزمون اشتراک نماید و بیشتر به مطالعه ادبیات خارجه شوق دارد و میخواهد از روی این نامینیسه دانش خود رو بسنجد. او علاقه یک مربی شده است. مربی هم گویم خطا نمیکنیم چون که او از مربیان شبانه دیده این کارها رو آموخته با دختران دیگر میموزند. تازگی رو دوست میدارد با هم دختران دائم تاکید میکند که تازه کار باشید، در جوانهایتان لباسهایتان رو ناز آویزان کنید و حالت های میشود که در روزهای شنبه موافق دستور سپارش های رهبری مؤسسه هر هفته شنبگی می شود. هم کودکان مهنت مفید جمعیت می کنند و هم تمام کارمندان این مؤسسه به شنبگی می برایند و هنگامی که من وارد خوابگاه ایسای و تمیریس می شود و بسیار بزرگ تازه آزوده می کنند جای خود را مثل خونه خودشون و اگر بیند یکان مرتبه یکان اشیا یکان رخت خواب به جا موندگی باشد یکم چیون که رخت خوابش به جا ساز کردگی باشد با غضب می آید. اونه می خواهد که یکم چیز از دایره خودش می خواستگی باشد، یعنی می خواهد که همه در دایره خود خیلی که خودش می خواهد همین خیل باشد و کسی از خوابگاه او شکایت نکند. کارمندان مؤسسه می گویند که تامیریس دخترک مسئولیت شناس است. حتی کوشش می نماید در تربیه خردسالان مؤسسه نیز سهم خود را گذارد. چون خود دوستدار تازگی است، به خردسالان نیز دائم این خصلت نجیب را تلقین می نماید. امسال تامیریس صنف نهم را ختم می کند. هرچند تحصیل خوانندگان در مکتب اینترنت تا صنف یازدهم است، ولی او قرار داده است بعد از ختم صنف نهم تحصیل منبعه‌اش را در آموزشگاه ادامه دهد. استادان این قراری او را دستگیری نمودند و برای عملی شدن نیتهایش چاره‌های لازمه را اندیشیده ایستادند. در حجت های ایسای و تمیریز شهادت نامه نبود، یعنی که خط تولد وی نبود، خط وفات مادرش نبود که این برای داخل شدن برای کودکان یتیم به پرستار بسیار مهم است. چون که با دستور سپارش های اساس گذاری سلو وحدت ملی پیشوای ملی جنوبی علی محترم امالی رحمان کودکان یعنی که یتیم بسیار امتیاز های خوب دارند، یعنی که با اونها در مرکز تستی تمام چاره های ضروری اندیشیده می شود، با اونها کمک کرده می شود، لیکن در اون خصوص این کمک ها دسترس می شوند که حجت عنیق باشد و البته که رهبریت مؤسسه معلمه مطلوب عدلارا مومینا سپارش دادند و سرمربی مؤسسه رسولوف جانیبیگ حجت های او را جمع آوری کردند. حتی به ناحیه دوردست رفتند، آنجایی که مادر او زندگی میکرد و در کجا که مادرش فوتید از آنجا نیز معلومات جمع کرده آید یم مادرش و بعدا به مو مقامات ها دادند و خط وفات آماده کردند و شهادتنامه خط تولدش را آماده کردند و برای داخل شدنش علاقه حجت هایش را پیشنهاد نمودند. در آینده بعد از ختم مکتب میخواهم که اولین اختصاصم رو بانکی یعنی کاری در کاری بانک آغاز نمودم و بعداً دوم اختصاصم رو میخواهم که همچون روانشناس یعنی پسیخولوگ اویلوی شوم. برای عملی نمودن این نیت هایم آموزگاران به من یاری رسانده حجت هایم رو تخ نموده به مرکز ملی تستی سپریدم و امسال میخواهم که یعنی اختصاص اولینم رو در کالج دوام دهم و البته ما باور داریم که ایسای و تمیریس در آینده یکی از شخصان یعنی که زنهای می شود که البته که اولین درجه این زحمت های دولت و حکومت را یعنی که اساسگذاری سول و وحدت پیشوای ملی جنوبی علی محترم امالی رحمان را به انابت گرفته، این چونین با یعنی که زحمت های رئیس شهر دوشنبه را که همیشه با عیادت خوانندگان می آید، از حال و احوال کودکان با خبر هستم، اینچنین سرداری سرایست معارف شهر دوشنبه و سرپرستی همیشگی ما محترم محمود جان مرادوف را به انابت گرفته، باور دارم که ایسای و تمیریز
در برابر اینقدر غمخوری ها یعنی که قدم های بزرگ در آینده میگذارد که به فایده دولت و ملت خلق ما باشد. باوری داریم که همه ارزو و مقصد های نه تنها تامیریست، بلکه همه خوانندگان تمامی مکتب اینترنت ها عملی میگردند، چون که برای این همه عامل های اساسی وجود دارند. سعی و تلاش و کوشش خود آنها، محیط سازگار و شرایط خوب مکتب اینترنت، آموزگارانی با تجربه و مربیه های غمخور و نهایت دستگیری و پشتیبانی حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص غمخوری های پدرانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور امام علی رحمان بر این اساس شده می توانند.